با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. دیالوگ هفته رو به اتفاق رفیق حسن سام تقدیم شما میکنیم که اختصاص داره به لایحه عفاف و حجاب و مقاومت درخشان زنان ایران در مقابل حجاب اجباری. همونطور که میدونید در کل حیات جمهوری اسلامی همواره رژیم، حتی زمانی هم که قانونی هم نداشته، سعی میکرده این حجاب اسلامی رو به زور بر زنان ایران تحمیل بکنه. یعنی شما در فردای سرنگونی رژیم سلطنتی، 3 هفته بعد از سرنگونی رژیم، بسم تعالی خودش مهمترین فرمان اجرایی خودش رو خمینی با فرمان حجاب اجباری شروع کرد که شاهد تظاهرات درخشان چند صد هزار نفری زنان و مردان آزادیخواه در همون موقع طی روزهایی در اسفند 57 در تهران، منتها با سرکوب‌های فاشیستی که رژیم در طول حیاتش انجام داده، به ویژه در دهه‌های خونین و هولناک 60 و 70، سعی کرده بود جامعه رو به عقب ببره و این حجاب رو به اشکال مختلف، چه در محیط کار، چه در محیط تحصیل و چه در عرصه فضای عمومی در خیابان‌ها، به اجرا در بیاره و اکثریت عظیم زنان رو وادار بکنه که این حجاب اسلامی رو اجرا بکنه. به دنبال خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، ما می‌دونیم که به هر حال اون انقلاب، اون خیزش جدا از خواستهای چند مضمونی مختلفی داشته، مثل مبارزه با نابرابری طبقاتی، مبارزه با استبداد، مبارزه با حکومتی دینی و تئوکراسی، مبارزه برای حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی، در رأس خواستهایش شعار زن زندگی آزادی بوده و اعتراض به آپارتاید جنسیتی، به ویژه که اون خیزش هم با قتل ژینا مهسا امینی شروع شد که به خاطر عدم رعایت حجاب اسلامی در گشت گشتاپویی و فاشیستی ارشاد جان خودش رو از دست داد. به همین خاطر به دنبال سرکوب فاشیستی خونین این خیزش، رژیم فضا رو مساعد دیده که لایحه‌ای رو تنظیم بکنه که این چیزی رو که در تمام 44 سال گذشته در حال اجرا بوده، به قول خودش ضابطه‌مند و قانونمند. ابتدا قوه قضاییه لایحه‌ای رو در 9 ماده به نگارش در میاره، اونو میده به قوه مجریه، قوه مجریه اون 9 ماده رو میکنه 15 ماده و بعد قوه مجریه تحویل مجلس میده. کمیسیون فرهنگی مجلس که عمدتاً هم در دست اون عتیقه های جبهه پایداری، به ویژه اون آخوند آقا تهرانیه، اونو میکنن 70 بند و بعد صحبتش این بود که خب هرچه سریعتر بکنن. منتها این نافرمانی عظیم زنان، این جنبش که وجود داره و افشاگری های مختلفی که صورت گرفته در داخل و چه در خارج از کشور، رژیم رو در یک وحشت فرو برده. یعنی رژیم حتی الان جرأت نداره این لایحه ای رو که در 70 بند پیشنویسش رو تهیه کرده به طور علنی در صحن مجلس به بحث بذاره و حتی نمایندگان مزدور خودش که از قضا اکثریت عظیمشون هم با حجاب اجباری موافقند و جز همین اصولگرایان و اختاپوس های محافظه‌کار هستند، به بس بذاره. اومدن چیکار کردن؟ اومدن بر مبنای اصل 85 قانون اساسی گفتن که آره، 85 قانون اساسی به ما اجازه داده که در موارد خیلی ضروری و اضطراری بدون نیاز به رأی‌گیری از کل مجلس، در یک کمیسیون داخلی مجلس یا کمیسیون مشترکی از چند کمیسیون داخلی مجلس، قال قضیه رو بکنیم و بریم شورای نگهبان هم تایید کرد، اجرای آزمایشی بشه. عنوانش هم اینه که چون اجرای آزمایشی هست، پس میشه کل مجلس رو دور زد و بر مبنای همون اصل 85 قانون اساسی. و خب حالا این بازتاب هایی داشته و جنبه های مختلفی هم این تر داره و چرایون رو ما از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار میدیم. رفیق حسن، خوش آمدی. میشنوی. درود به تو رفیق آرش عزیزم، درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. تصویری که تو دادی واقعا تصویری است تکان دهنده، هرچند هنوز جزئیات در این تصویری که تو ارائه دادی وجود نداره، ولی در این کلیات
به طور روشن و آشکار سیمای یک فاشیست رو، فاشیزم رو، اون هم در خشنترین شکلی فاشیزم ایدئولوژیک مذهبی رو به نمایش می‌ذاره. سرنوشت زنان، البته من دو تا دقیقه برگردم به گذشته، سرنوشت زنان همیشه در این حوزه در واقع متجاوز از طریق حکومت‌ها تجاوز شده. چه رضاخان میرپنج که به زور نیروی سرکوب و قهر چادر رو، حجاب رو به زور از سر مردم برداشته، چه این رژیم آدمخوار آدمکش پیش از قرون وسطا به زور میخواد چادر و پوشش رو بگذاره به سر زنان. یعنی اراده و استقلال زنان در هر دو نظام، اون یکی شبه فاشیستی، یکی واقعا فاشیست استبداد و سرکوبگرانه، زن خلعیت و اراده میشه. نه فقط در شریعت اسلامی، در مقابل مرد بر اساس نص صریح قرآن، احادیث، فقه شیعه، خلعیت انسان درجه دوم اگر حتی شیعه باشه، بلکه از نظام حکومتیه، چه به شکل پهلوی مخصوصا پدر رضا خان، چه به شکل جمهوری اسلامی، هم اینو ارادش خلعیت میکنه. بنابراین این تیتر خیلی جالبه که شما نوشتید، نبرد سرنوشت ساز زن در برابر رژیم اسلامی، یک حکایت طولانی داره که لاقل از جنبش مشروطیت که این روزها ما سالگرد شده داریم تجربه میکنیم، نقش زنان، مقاومت زنان، سرکوب زنان، مقاومت مدنی زنان و سرکوب زنان بگیر به بندهای وحشتناک تا همین امروز ادامه داشته. یعنی جنبش 150 ساله آزادی خواهی یکی از پاهای کلیدی و اصلیش حضور زنان بوده. به همین دلیل ما، من، تو، سازمان ما، ما از حجاب اجباری یا نمیدونم مخالفت با پوشش حرف نمیزنیم، ما از آزادی پوشش حرف میزنیم. هر انسانی، هر زنی با هر باوری که داره حق داره و با هر سلیقه‌ای که داره حق داره پوشش خودش رو، حتی مستقل از همسرش، دولت که هیچی غلط کرده، مستقل از همسرش انتخاب کنه. بنابراین ما برای آزادی پوشش بجنگیم. جنبش مهسا هم دقیقا برای آزادی پوشش جنگیده. چرا؟ به این دلیل روشن که بسیاری از خانواده دختران و زنانی که روسری رو، شال رو به آتش انداختن، با اینکه حجاب داشتن در کنار بچه هاشون بودن و از بچه هاشون حفاظت و حمایت کردن. این یعنی این نکته خیلی خیلی کلیدی است که حرکت نسل جدید در مقابل با حجاب اجباری با حمایت نسل قبلی و مادران باورمند به دین مذهب و حجاب توام شده، اکثرا قاطع روشن. به همین دلیل شما میبینید که یک مقاومت مدنی زنان میشه نابود، و حتی نه زنان، مردها، پدران، برادران و خواهران این بچه ها هم در کنارشان بودن، این دختران و زنان در کنارشون بودن. یعنی جامعه به عنوان پشتوانه مقاومت مدنی زنان حضور مادی داره و در این جنبش خیزش انقلابی نه ماه خودش نشان داده و همه کنم خودش نشان. این به حدی غلیظه، به حدی این غلیظه این مقاومت. رفیقان شما این نکته گفتید بسیار مهمه، چرا مجلس اسلامی منتخب شخص علی خامنه ای که گزین شده است این دوره، جرأت این که در صحنه علنی این 70 ماده رو که بعدا حرفش رو میزنیم، جهنم تمامه و حتی فراتر از تصور انسانه که باز میکنیم، چرا این رو علنی نمیکنه؟ من در کم یکیش اینه، هم مجلس از شورش زنان و بحران انقلابی که ارزیابیشون اینه که در چشم اندازه وحشت داره، میخواد مسئولش رو به عهده نگیره، چون که یک مدتی این دولت رئیسی به آدمهاش میگفته که اصلا لایحه به ما مربوط نیست، دستگاه قضایی داده به مجلس، ما نقشی نداشتیم. یعنی تبرع جستن از تنظیم همون 15 ماده اولیه رو
مجلس خیلی جاها تو حالا تو روزنامه جوان، تو روزنامه اعتماد، تو روزنامه رسمی خود حکومت ایران نگاه کنی، اینجا و اونجا عوامل حکومتی دولت رئیسی سعی میکنن از مسئولیت تنظیم این لایحه به معنای مطلق ضد زن شانه خالی کنن. خب این یک بخش دیگر هم هست رفیقارش، خود نمایندگان هم وحشت دارند. نمایندگانی که در شهرها و استانهای ایران زندگی میکنن، شناخته شدن، نمیتونن پنهان بشن. این تصویب این اگر این مجلس نمایندگان، حالا یک بار تو حیوانات اصولگرایی هستن که حالیشون نمیشه، فکر میکنن که همیشه بر سر قدرتن و هرچی از دهنشون در میاد، ولی اکثر نمایندگان جرأت و شهامت این که رو در واقع بیان جلوی چشم مردم و زندان رفتن عملی زنان رو تصویب کنند، تحقیر حامیان زنان رو هم تصویب کنند، این بار سنگینی داره. اگر ارزیابی خود رژیمه و حتی سید خندان که گفته خود فروپاشی رو داره میکنه با این تر، اگر این حقیقت داره و اگر همه ارزیابی های داخلی و خارجی اینه که ما با جنبش بزرگی رو در روی هستیم، من نمیدونم فرداست یا پس فردا، بنابراین این مالیات باید بدن اینها. به همین دلیل جرأت نمی کنن، میخوان در دور از چشم مردم، این اون داستان سیانت رو که کردن بر اساس 80 بند 85، همون داستان سیانت اینجا میخوان بگن مخفیانه کار بکنن. و به قول تو همچون خودش رو گفت که آزمایشیست. آزمایش برای چی آزمایشیست؟ اگر هیئت حاکم ایران به مزخرفات علی خامنه‌ای باور داره که گفت هم حرام شرعی است و حرام سیاسی است، برای چی جویده و چرا آزمایشی؟ البته بگم یا من دنبال کردم، هیچ جا در فقه حرام سیاسی وجود نداره. من این دو سه روز مخصوصا واقعا گشتم که همچه ترمی در اسلام شیعه یا هر چیز دیگری حرام سیاسی وجود، همچه چیزی وجود نداره. این ساخت و پرداخته اون سید آدم کشه. بنابراین وقتی با این که اون آقا اینقدر قاطع وایساده، یا اون آدم کش دیگرش نوچهش شریعت مداری کیهان سرراست میگه که خط قرمزه، ما میدونستیم سازمان ما 43 سال پیش گفت که عرض کنم که سرنگونی جمهوری آزادی زنان و رفع حجاب با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکنه، این خط قرمز رو ما درک میکردیم اکثر مرد، ولی داره میجنگه جامعه علیه این خط قرمز. این خط قرمز رو داره، این پرچم رو به زیر میکشه، با مالیات دادن رو هزینه دادن داره پذیش بگه، نه با ماچه بوس، نه با جایزه گرفتن رو جایزه دادن. این فضا فضایی است که واقعا شما حالا بخش دوم صحبت ها باز میکنیم که چه قوانینی گذاشتن که فضای فاشیستی تر از اون دوره است که سید اسیرکش گفته که همه سربازان مخفی امام زمانن، باید از همسایه‌شون، از خانه‌شون، بچه‌ها، این فاشیستای دوره هیتلر که از پدر مادرهاشون گزارش بدن به مربیانشون در مدارس، به اینا یه تفتیش رو تا رخت خواب مردم برده بالا، همه اکنون بر سر این حجاب بندهای وجود داره که همون تفتیش تا زندگی خصوصی تا هر شهروندی که هیچ نقشی در این رابطه ندارم مربوط میشه. کوتاه میگم که وقت نگیرم، ببخشید. خب ببین، ما البته اون صحبت مقدماتی کردیم مجلس داره این کار بکنه، این توهم در میان مردم ایجاد نشه که مجلس مثلا در چارت جمهوری اسلامی کاری است. درسته اون خمینی گور به گور شده گفته بود در یک جمله دروغیانه و مزورانه گفته بود مجلس رأس امور است، ولی همه ما میدونیم که در آپارات قدرت جمهوری اسلامی مجلس اشکار است. درست وقتی خامنه‌ای اومد در بطن همین خیزش انقلابی زن زندگی آزادی گفت انکار حجاب اجباری و نافرمانی در مقابل حجاب اجباری، هم حرام شرعی هم حرام سیاسی، یعنی قانون تصویب شد، تمام شد، فقط جزئیات تکنیکی و اجرایی رو
گذاشتن بودی حالا یه بخش قوه قضاییه بعد مجریه حالا مجلس که مثلا بار اول تذکر بدن بار دوم اگه جریمه میکنن این جریمه چقدر باشه پاسپورتشون ممنوع کنن کی ممنوع کنن از شغل کی بیکارش کنن کی فلان مغازه رو پلمب کنن کی من نمیدونم پدر صاحب بچه فلان سلبریتی رو در بیارن از این کارا جزئیات فنی رو گذاشتن بودی مجلس که اونم صحبتش کردیم یعنی حتی این مجلسیان که اکثریت عظیمشون میگن ما زوب در ولایتیم جرأت ندارن از چیزی که خودشون میگن خط قرمز خودشون میگن که هم حرام شرعی هم حرام سیاسی علنی بیان در صحن مجلس برن پشت میکروفون دفاع کنن غیر علنی دارن غال قضیه رو به اصطلاح چیه میکنن یا اینا منتها ما میدونیم مثلا صرف نظر از این قانون اصلا تصویب بشه آزمایشی بشه دائمی بشه 70 بندش تصویب بشه 50 بندش تصویب بشه 44 سال داره اجرا میشه 44 سال جمهوری اسلامی نافرمانی در مقابل حجاب اجباری رو جرم انگاری کرده و هر سال صدها هزار زن چه در خیابان چه در محیط تحصیل و چه در محیط کار از تذکر تا جریمه تا شلاق تا حتی زندان درست به اصطلاح چیه دریافت میکنه همین چند روز پیش بود که سخنگوی قوه قضاییه گفت همین حالات برای 2500 نفر از زنان مقاوم به خاطر همین نقض حجاب اجباری پرونده قضایی تشکیل شد درست و همین حالا یعنی در روز دوشنبه اعلام شد توسط شهرداری تهران جالبه که یک گارد من اسمشو میذارم گارد فاشیستی یک گارد فاشیستی جدید برای این انبوه نهادهای امنیتی انتظامی و نظامی رژیم افسوده شده به نام حجاب‌بان فعلا 400 نفر از مزدوران خودشون رو رسما شهرداری که باید همین روز دوشنبه یک ساختمون رو خواستن خراب بکنن زدن 5-6 نفر رو کشتن کلی هم میگن مردم زیر اون آوار هستن یعنی آدم که توش بوده حتی مأمور نیروی انتظامی شهرداری توش بوده ساختمان رو توی شهرک احمدیه خراب کرد شهرداری که کارش باید رسیدگی به مشکلات به اسلام مردم باشه رسما یک گارد شب نظامی تشکیل داده به نام حجاب‌بان به هر کدوم هم 12 میلیون تومان حقوق دارن میدن که تا هر ایستگاه مترو وایسن آموزش های لازم رو دیدن از به قول آموزش های رزمی گرفته تا به قول خودشون آموزش های مذهبی و فلان و یعنی رسما این رو به اصطلاح چیز هست گشت ارشاد رو هم که داشتیم حالا نه به اسم گشت ارشاد دوباره از چند هفته پیش دوباره رسما کار خودش رو که یه مدتی در جریان خیزش انقلابی اصطلاح متوقف کرده بود دوباره به اصطلاح چیکار کرده آغاز کرد این آقای رادان هم فرمانده کل نیروی انتظامی اومده گفته ما داریم هوشمند سازی میکنیم مقابله با حجاب اجباری رو گفته که الان مشکلی که ما داریم الان فقط 20,000 تا دوربین مدار بسته داریم در میادین شهرها 8,000 تا هم دیگه داریم اضافه میکنیم ولی ما به 80,000 دوربین احتیاج داریم امیدواریم که دولت حکومت به اصطلاح بودجه لازمه رو مثلا چیکار بکنه اختصاص بده یعنی انواع اقسام اقدامات را کردن میکنن و این قانون چه تصویب بشه چه نشه چه به چه صورت در بیاد 45 ساله که رژیم داره به انهای مختلف این کار میکنه منتها مثلا اومدن یه مقدار به قول خودشون ضابطه بند کردن مثلا برای به اصطلاح رعایت برابری میان زنان و مردان البته به شکل معکوس و منفیش مثلا گفتم مردان بی حجاب هم ما پدرشو در میارم مردان بی حجاب که اگه شانهش معلوم باشه اگه مثلا شلوار کوتاه بپوشن از زانو به پایینش مثلا لخ باشه یا سینهش مثلا مرد هوا گرمه مثلا یخه پیرهنشو باز کرده سینهش معلوم باشه اینا رو هم به جرم بد حجابی میتونن دستگیر کنن جریمه کنن و فلان و به مامورین یا عوامل مزدور خودش امر معروف و نهی از منکر هم گفته که حق درگیری لفظی و فیزیکی و فیزیکی و این داستانا رو هم ندارن که همه ما میدونیم این تعارفی به اصطلاح بیش نیست خواستن به اصطلاح این امور فنی و تکنیکی رو ضابطه مند کنن و وگرنه خود اصل قانون تصویب شده مدت هاست تصویب شده با فرمان خمینی تصویب شده بود حالا با فرمان هم اینکه خامنه‌ای گفت هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است دیگه دو قبضه شده
آره جان، داریم دو نکته جالبه برای بینندگان من دارم مطرح میکنم. یک، این رادانی که میگه ما با 80,000 دوربین احتیاج داریم، معناش اینه که این پول نفتی که با 1,000 ترفند دارن قاچاق میفروشند، مردم بدونن که به سفرهشون بر نمیگرده، بلکه ابزار سرکوبشون میشه. حتی این فرجام اگر یه روزی کلا که نافرجامه، اگه یه روزی به انجام به انجامه هم، ثروت بازگردانده شده ابزاری است برای خفه کردن و سرکوب مردم. این نمونه زنده است در کشوری که نان ناگهان به رقم سرسام‌آور تبدیل شده و مردم میرن نان نصفه میخرن برابر اون روزنامه های ایران. دارم میگم نه حرفای ما چپایی که اینجا نشستیم و برانداز ها، خود رژیم میان میگن نان سنگه که نصفه میخرن، قدرت خرید یک نان سنگه درست داره ندارند. در چنین وضعیتی رادان آدم خار و آدم کش ضد زن، صحبت از بودجه 80,000 دوربین و نصب او میکنه، از دولت میخواد اون پول نداشتهش رو که قاچاق یه بخشش رو که خودشون میدوزدن میبرن خارج، اون تهمونده ای که هست، حالا بخشی که میبرن به حزب الله میدن، میبرن به حشر شعبیه ها میدن و میخورنن به ایجا اونجا، اون تهمونده‌اش هم خرج دوربین مهار زنان و بیهجابی زنان و مردان بکنن. یعنی مردم باید بدونن این رژیم حتی اگر از بنبست اقتصادی در بیاد در حد همین آزاد کردن پولاش اطرا و اینجا و اونجا، اون پولا برای سفرشون بر نمیگرده، اون پولا برای سرکوبشون بر میگرده. این یک چشم رویه فاشیستی آشکاره. به او اضافه کن رفیق آرش، من میخوام این نکته را بگم که درسته که از روح الله خمینی فتوای حجاب داده توی 57 اول اسفند، درسته که سید علی خامنه‌ای گفته حرام سیاسی و شرعی و زهرمار، داستان این 70 بند مطالعهش که البته بینندگان عزیز ما برای ساده است، چون در تمام روزنامه های رسمی قانونی داخل ایران چاپ شده به شکل یک پیش نویس، مثلا شما خواهید دید که همه جمعیت 85 میلیونی مردم ایران چه در رابطه مستقیم با حجاب چه در رابطه غیر مستقیم با حجاب، اگر بی حجاب را زیر فشار قرار ندن، شامل های جریمه های بنده درجه 5، درجه 4، درجه 2، درجه 3 میشن. یعنی هیچ کس را راه گریز نذاشتن. این حجمه ای که با زبان خودشون میگم، حجمه ای که علیه 85 میلیون مردم ایران کردن، حجمه ای که علیه زنان قهرمان ما کردن، در تاریخ 43 ساله اصلا سابقه نداره. به لحاظ قانونمند کردنش دارم عرض میکنم. این 70 بنده که شما بخوانی، حتی در این 70 بند صحبتش تجزیه جنسی دختران و پسران در دانشگاه هاست. در گذشته که اگر در اتوبوس ها زنان و مردان یا متروها زنان و مردان کردن، در دانشگاه ها و محل کار وزارت خونه ها ادارات هم باست و بیمارستان ها، جالبه در بیمارستان ها که زندگی و جان مردم در خطره، اونجا اصلا اونجا هم بایستی جوری آرایش داده بشه که زنان پرستار و پزشک با مردان پرستار و پزشک التقاط پیدا نکنن در عمل کار. اصلا شما تصور شده در تمام تاریخ قرن 20 و 21، حالا من دوره انگیزسیون وسیعیت کار ندارم که جهنمی بوده البته، ولی قرن 20 این چنین بندهایی برای مهار جامعه وجود خارجی نداشته. بنابراین مستقل از اینکه در تمام این 43 سال این حکم به قول شما به درستی داده شد، ولی این 70 بندی که اینا آوردن و جرأت دفاعش رو از تریبون علنی مجلس ندارن از ترس مردم، ابعاد غیرعادی داره. یعنی در سر صدا در داخل خودشون هم بالا آمده که میگن آقا این شورش به دنبال میاره. یعنی هیچ کس راه گریز از این 85 میلیون، هیچ کس راه گریز نداره.
تمام نهادهای اداری دولتی، پزشکی، درمانی، آموزشی و حتی راننده تاکسی، شوفر کامیون، شوفر اتوبوس هم راه گریز نداره از جریمه شدن، زندان رفتن، شلاق رفتن اگر سکوت کنه در مقابل بی‌حجابی. حتی این بندا من اگر ریزش بخوانم وقت مردم گرفته میشه و به جای این کار جلوی من هست، پیشنهاد میکنم بینندگان ما به ویژه نیروی کار و زحمت این بندها رو بخوانن و ابعاد جهنمی این معاصره مردم 80 میلیونی رو به وسیله دستگاه نظامی، سرکوب و غذایی رژیم شیعه فاشیستی ببینند. یعنی باید بدونند که این جز با یک اتحاد همگانی، این فشار همگانی در هم شکسته نخواهد شد. اگر رژیم 85 میلیون رو صرفا برای مقابله با بدحجابی، کجحجابی، بیحجابی که اونم با بیشرمی کثیف بهش میگه اوریانی از کنم مبارزه کنن، هیچ راهی جز اتحاد همگانی، نه اتحاد پوپولیستی، اتحاد نیروی کار زحمت، جامعه مدنی، جامعه جنبش اجتماعی در مقابل این دستور شدیدن فاشیستی و غیر عادی نداره. اما این حرفا رو زدم، حالا باید بررسی کنیم آیا امکان پیاده شدنش هست. این چیزی پرسشی است که من دارم فقط نمی کنم، تو نمی کنی، در درون خود مجلس، در روزنامه های رسمی قانونی مجلس این پرسش ها هست که آقا تا اینجا میگه میشه جلو رفت و برخی هم جلوتر رفتن، میگه اینا خطر شورش داره. بفرمایید، من زیاد حرف زدم. خواهش میکنم رفیق حسن، یه نکته ای رو که شما به ویژه در این لایحه میبینید، حالا ما گفتیم که این قانون از 45 سال 44 سال داره اجرا میشه، ولی یک فرازهای جدیدی داره. یکی از این فرازها چیه؟ مردم رو دارن به جان هم میندازن، یعنی خود صاحبان رستوران، راننده تاکسی، راننده اتوبوس، کارمند بانک، من نمیدونم کارمند این اداره، فلان شیر فروش، فلان گوش فروش، همه رو دارن تبدیل میکنن به ضابطین قوه قضایی. یعنی از اینا میخوان، از این افراد میخوان که اگر یک فرد بی حجاب اومد بهش خدمات ارائه ندید، از ماشینتون بندازید بیرون، از ادارتون بندازید بیرون، از مغازتون بندازید بیرون، خود مردم رو میخوان بندازن جا. یک آماری داده شده بود ماه گذشته که فقط در چند استان 900 مرکز کسب و کار را اینا پلمب کرده، از قهوه‌خونه، کافی شاپ تا رستوران تا هتل تا مسافرخونه تا منم چی دکان، مغازه لبنیاتی، همه اینا رو چیکار کردن؟ پلمب کرده. یعنی یه بخش قضیه اینه، یعنی خود شهروندان عادی که اصلا کاری ندارن، بر فرض اگه یک نفرم خلاف کرده به من چه، من که پلیس نیستم که بیام در مقابلش وایستم. اینا میگن نه، اگه میخوای مغازت بسته نشه، اگه میخوایم تو رو جریمه های چندی میلیونی نکنیم، اگر میخوای فلان نشه، از حساب بانکیت مستقیم برداشت نکنیم، باید تبدیل بشی به ضابط قانون قوه قضاییه و پلیس و نقش گشت ارشاد رو بازی بکنی بر علیه زنانی که نافرمانی میکنن برای رعایت به اصطلاح چیه حجابی. مخالفت هایی هم در این زمینه صورت گرفت. حالا زاویه دید ما که اصلا مشخص دفاع از آزادی بی قید شرط پوشش هست و بچیدن این بساط حجاب که عملا گره خورده با حیات جمهوری است. اما در درون خود جنابندی های رژیم هم یک سری مخالفت ها صورت گرفت. از یک طرف اصلاح طلبان و به اصطلاح اعتدالیون هشدار دادن به نظام. شما یک مورد خاتمی رو اشاره کردید، گفت این خودبراندازیه. حتی این عطاءالله مهاجرانی مالکش جمهوری اسلامی در لندن هم صدای اعتراضش در اومده و اصلاح طلبایی که در درون زندان هستن یا برخی روزنامه‌های اصلاح طلب و فلان و اینا، منتها بخشی از اصولگرایان دو آتشه هم مخالفن از زاویه که این به اندازه کافی شدید و غلیظ نیست. مثل همین حسین اشعیت مداری روز یک شنبه در سرمقاله روزنامه کیهان
رسماً گفت که این مقابله با حجاب اجباری نیست، این پذیرش به اصطلاح نافرمانی علیه حجاب هست. شما مثل این مونه که تو رانندگی یکی مثلا سرعت بره بگیم ای کار اشتباهی کردی، این جریمه شه. یا مثلا اگه در یک جای پارکینگی که نوشته پارکینگ ممنوع ماشین تو پارک کردی، ما میایم جریمه تو میکنیم. یعنی شما اصل داستان رو میگه پذیرفتید، فقط میخواید یه مقدار جریمه کنید و یه مقدار توبیخ کنید و تذکر بدید و فلان. در صورتی که امثال حسین شریعت مداری و اصولگرایان دو آتشه میگن با پدیده حجاب نافرمانی در مقابل حجاب اجباری به مساوی افساد فی الارض باید برخورد کرد، یعنی شدید و غلیظ. بعد یکی حتی تو صدا و سیما میزگردی تشکیل داده بود، یکی از همین اصولگرایان دو آتشه گفت آقا یعنی چه این بند که آمرین امر معروف و نهی از منکر مثلا نباید وارد درگیری بشن، توهین کنن حریم خصوصی اون شهروندانی هم که حتی حجاب رو نقض کردن رو مثلا مورد تعرض قرار بدن. به هر حال یه فوشی میدی، یه فوشی میخوری، یه مشتی میزنی، یه مشتی میخوری، یعنی میگم یعنی چی درگیری فیزیکی نکنی؟ یعنی بخشی از این اصولگرایان هم از این زاویه به قول معروف راضی نیستن از این طرح سوپر ارتجایی افاف و حجاب. داستان دقیقا درست بگی، همه اینا که گفتی مخصوصا این از شریعت داره که اصلا خون برای آب حتی زده اصلا، ولی این حقیقتی که این به 70 بند وجودی رو بسته همجور که تو گفتی همه مردم رو مجبور کرده به کارکنان مجانی دستگاه قضایی و پلیس و تفتیش، یعنی علاوه بر 80,000 دوربینی که اون یارو میخواد بذاره همه شهروندان باید برن دنبال این قضیه. یعنی این نبرد، من خلاصه بکنم، این نبردی که آغاز شده بین مقاومت مدنی اکثریت زنان مخصوصا جوانان مخصوصا رهبران جنبش نه ماهای گذشته جینا در کنار برادران و پدران و خواهرانشون شماره حمایتی که از خانواده سپیده قلیان ازش میکنن میبینید اول اینجوری نبود. اول خواستن اتهاماتی به سپیده قلیان بزنن، اونو گفت برادرم منو میکشه، اصلا برادرش الان شده خبرنگار سپیده. یعنی نشان دادن مردان که به قیمت هزینه دادن از خواهران دختران و همسرانشون دفاع تا حد مرگ میکنن، به زندان میرن، همه میبینیم. فقط داغ دیدگان نیستن به خاطر دفاع دختر و پسر مقتولشون میرن تا حد زندان. یعنی این اون نکته کلیدی است. ما در یک نبرد تاریخی هستیم که این نبرد تاریخی سرنوشت انقلاب ایران را حتی رقم میزنه. اینجا خطابم بیش از اینکه عام حرف بزنم به طور روشن طبقه کارگره، کارگران ایران که نیمیشون زنان ایرانی هستند، زنانند در اینجا و نهله های متشکل جنبش دانشجویی، جنبش ساختار شده زنان و جنبش های دیگر اجتماعی باید تنگاتنگ در کنار مقاومت عمومی عام زنان در مقابل با این تعرض لجام‌گستری بزن، نه اینکه شوفر تاکسی نبایستی نقش مفتش رو بازی کنه، باید صد جور تلاش کنه لاپوشانی کنه. رستوراندار نه اینکه بایستی از ترس پلوم شدن خفه کنه جامعه رو، بلکه باید فرصت بده. یعنی همه شغلها، بیمارستان ها، پزشکا باید مقاومت کنن، اعتصاب کنن. پرستارای زن و مرد باید اعتصاب کنن. من فضولی دارم میکنم، اینا ایده های پیشنهادی است. این به معنی چون هر این حرکات بر اساس ظرفیت‌های واقعی اون نیروها در داخل توسط خودشون هم تصمیم گرفته میشه، هم سازاندهی میشه، بدر سرنه. ولی من اینجوری دارم نگاه هم میگم، فقط در همین حد اعلان نگاه. این واژه بایدم پس میگیرم چون بده در زبان فارسی. من به خودم حق نمیدم حکمی بدم، پیشنهاد میکنم که همه جا علیه این حرکت، به ویژه در محل کار و زندگی، به ویژه به ویژه به ویژه در بخش پزشکی اعتصابات بشه، در کارخانه ها اعتصاب بشه. اعتصاب فقط برای افزایش دستمزد نیست، اعتصاب برای حق حیات همکار عزیز من، رفیق کارگر زن منه. این خیلی خیلی مهمه،
چطور یک پزشک اون وقت میتونه به وزیر این تحقیر رو که زنان پزشک رو در یک جای کاری گاج کار نکنه و اونم تخصص رو، یا پرستار و جراح داره کار میکنه، زن پرستاری که در کنار قیچی و چاقو میده باید حذف بشه، حتما سیبیل کلوب باشه اگر زن جراح باشه. و این فاجعه است برای جامعه ما. از همه مهمتر تو طرح توطئه‌ای که در 3-4 تبصره و بعد در این 70 ماده هست که تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها درست کنن، این شوخی نیست. یعنی اگر گام نخست اما اول خط جلوش نیستیم همگانی، رژیم 2-3 تا گام که جلو بره بعد درگیری خشنتر میشه. یعنی حرف من اینه که حرف کلاسیکیه، یک انقلاب مانع از خونریزی میشه، مانع از کشتار میشه، تک تک به میدان آمدن که کشتار زیاد میکنه، سرکوب رو تشدید میکنه. اگر اراده جمعی به میدان بیاد در مقابل تعرضی که حکومت به جمع کرده، من تردید ندارم که عقب نشینی میکنن. ولی الان هم همینجا دارم میگم با صدای بلند مسئولیتش رو میپذیرم، این پروژه شکست میخوره، به سیاه ترین شکلی شکست میخوره، ولی نگذاریم شکست این پروژه با هزینه بالا صورت بگیره. برای جلوگیری از هزینه بالا تشکیلات، سازماندهی، گره خوردگی این تشکیلات نیمه مخفی نیمه علنی علیه این پروژه از طریق جنبش زنان، دانشجویان، جنبش اجتماعی، جنبش کارگری و سایر نهاده هاست. یعنی اگر بدون این ساختار با دست باز با این آدم کشان که تک تک شما رو به پلیس سیاسی و مفتش خودشون دارن تبلیغ میکنن و اینقدر با وقاحت به 85 میلیون دارن توهین میکنن، بدون یک اراده مشترک تو دهن این حکومت نمیشه زد. بله. البته شما به جزئیات دیگری از اون لایحه اشاره کردید که اونم جالب توجه است که ابعاد این آپارتاید جنسیتی رو میخوان تشدید کنن. مثلا رسما از احداث، یعنی تاکید کردن باید وزارت آموزش عالی بره به سوی ایجاد دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی جنسیتی، یعنی زنان جدا مردان جدا، چیزی که حتی در دوره خمینی هم اجرا نشده. دوره خمینی دانشجویان زن و مرد به هر حال درست توی داخل کلاس درس شاید جدا از هم نشستن، ولی اینکه دانشگاه زنانه، دانشگاه مردانه، حالا یکی دو تا دانشگاه مثلا صرفا زنانه مثل دانشگاه الزهرا بود، ولی اکثریت عظیم دانشگاه‌های چه عمومی و چه دانشگاه‌های آزاد مختلط بودن. حالا رژیم هوس کرده به قول خودش این آپارتاید جنسیتی رو به صورت ایجاد دانشگاه‌های جداگانه، گفته اصلا ساختار کلی مراکز کار از بانک‌ها تا ادارات هم باید عوض بشه. یعنی این چیدمان دفاتر، صندلی ها اینجور نباشه که محرم و نامحرم کنار هم بشینن، کارمندای زن و مرد کنار هم بشینن. یعنی صحبت از جداسازی محیط کار زنان و مردان کارمند در محیط های کار هم مثلا کرده، یعنی یک حدیث به اصطلاح چیه مفصل. ولی به قول شما این درد مشترک و جدا جدا درمان نمیشه. یعنی الان نافرمانی عظیم زنان در مقابل حجاب اجباری و جنبش زنان باید از حمایت، یعنی اینجا شما میگید کلمه باید به کار، اینجا من فکر کنم لازمه، باید از حمایت مردان آزادی خواه و برابری طلب برخوردار بشن. یعنی بدون مشارکت فعال، یعنی تن ندادن راننده‌های تاکسی به این که بشن مفتش جمهوری اسلامی، تن ندادن مغازه‌داران، رستورانداران، کافی شاپ‌ها، کارمندان ادارات که تبدیل بشن به آژان جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری خیلی اهمیت داره و خیلی میتونه کمک بکنه به این مقاومت درخشان و عظیمی که زنان ایران در چهار گوشه ایران دارن انجام میدن در مقابل این رژیم ارتجایی که از اعماق تاریخ سر برآورده. و امیدواریم که در آستانه سالگرد خیزش ژینا شاهد رشد و گسترش این نافرمانی و همه جنبش های اعتراضی و انقلابی باشه. ببین خارجی جمله بگم، میگه حرفا زده شده در این چارچوب کوچک. ببین من باید بگم علی خامنه ای و همه دستگاه های رنگارنگ آدم کشه شامل اون
شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. مقاومت مدنی مردمان ایران تمام این دوره تاریخی نشان داد که دستاشون بالا نمیبرن. دیر یا زود اون اتحاد نیروی کار و زحمت با جنبش اجتماعی جنبش صورت خواهد گرفت و اینها مطلقاً مطمئنم ممکنه زیگزاگ‌هایی داشته باشه، افت و خیزهایی داشته باشه، فضاهای روبی ایجاد کنن اینجا و اونجا، عقب‌نشینی‌های موقت از طریق جامعه ما ممکنه صورت گرفته باشه، ولی تردید ندارم جامعه ما به قول لیل عزیز اگر یک گام به پیش خواهد گذاشت بی تردید و این دستگاه سانسور، سرکوب، ضد زن و پیش از قرون وسطا و بیش از دوره انگلستان به گورستان تاریخ خواهد سپرد. تردید ندارم به اراده لایزال زنان و هم و پیمانانش که مردان باشند ذره ای تردید ندارم.